نام خداوند و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوهای مردمی صلح با من مرسل منصوری خوش آمدید. اینجا در استودیو مهمانان من بانو مریم سما، عضو مجلس نمایندگان، مسعوده صافی، عضو گروه معماران صلح از ولایت لغمان، آقای عبدالباقی رشید، عضو گروه معماران صلح از ولایت لوگر، نظام الله زیار، عضو گروه معماران صلح از ولایت کنر و بانو رحیمه ریاهی، عضو گروه معماران صلح از ولایت بلخ، از طریق زوم با ما خواهد پیوست. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه امروز گفتگوی مردمی صلح. میخوام در نخست بانو سما از شما بپرسم که تعریف شما از ارزش‌های ملی چه است؟ چرا ضرورت بر تعریف ارزش‌های ملی دیده میشه؟ درود و وقت بخیر به شما، به مهمانان محترم در استودیو و همچنان بیننده های محترم که ما را میبینن. ارزش های ملی، قبل از اینکه خواسته باشیم تعریفش بکنیم، ما باید بدانیم ارزش اصلا چی هست. به نظر من ارزش یک مفهوم ذهنی هست، به این معنا که یک تعریف مشخص نداره. اما برای هر کشور و در هر دوره مشخص ارزش های مختلفی میتونه تعریف بشه. این ارزش ها در زمان های مختلف میتونه متفاوت بشه و حتی ضد ارزش بشه. یعنی یک مسئله تا دیروز برای ما ارزش بوده، اما فردایی تغییر میکنه و میتونه ضد ارزش باشه. به غیر از مسائل عقیدتی، بسیاری از ارزش ها نباید تقدس به اونا قائل بشیم، یعنی مقدس باشه. ارزش ها زمانی میتونه ارزش باشه برای یک جامعه که مفید باشه، برای اینکه بتونه زندگیشان تغییر بده، برای اینکه بتونه حاکمیتشان نگه بداره، برای اینکه بتونه کشورشان قدرتمند نشان بده، برای اینکه بتونه مردمش قدرتمند نشان بده، برای اینکه نشان بده مردمش در رفاه و خدمات زندگی میکنن. به این دلیل هست که ارزش ها میتونه معنا پیدا بکنه و ارزش داشته باشه. ارزش های ملی ما، حاکمیت ملی ما میتونه باشه، سرزمین ما میتونه باشه، جغرافیای ما هست، زبانهای ما هست، مذاهب ما هست، تمام اینها جز ارزش‌های ملی ما هست. و مهم بودن این مسئله، طوری که شما پیشتر از ما پرسان کردیم کجا میتونه با ارزش باشه، پیشتر اشاره کردم که مفید باشه. و با توجه به جغرافیای ما میبینیم که در برخی از موارد فکر میکنم که این ارزش‌ها روبروی همدیگه قرار میگیره، مثل مسئله مثلا قومی، مثل مسئله زبانی، در حالی که اگر ما مراجعه به اصل قانون ما، قانون اساسی ما، وثیقه ملی ما بکنیم، در مادهای مختلف از اون ما میتونیم ببینیم که تاکید بر این شده که بر مبنای حقوق شهروندی و همچنان اینکه حقوق یک دیگر رعایت کنیم بدون تبعیض و بدون امتیاز قائل شدن که یکی بر دیگری برتر باشه، این مسئله بسیار زیاد واضح شده. و اگر این عملی بشه، من فکر میکنم ارزش‌های ما داخل این کشور هیچ وقت در تلاقی با هم دیگه قرار نمیگیره. بله، تشکر از شما. بانو صافی، میخوایم از شما پرسم که تعریف شما ارزش‌های ملی چیست؟ چه تعریفی داره واقعا ارزش ملی در افغانستان؟ سلام و احترامات است وکیل صاحب، خپل همکاران دا استاد کمری لاری، خپل قهرمان ولست وړاندې کوم. گرانی خوری، ملی ارزشونه موږ هغه توای چې ټول ولس منلی وسیږي، د ټول ولس لپاره د منلو وړ وسیږي، او په یو بحراني حالاتو کې یو ټولنیز غږ راپورته کړي، نو موږ هغه ته ملي ارزښتونه ویلی شو. بله، تشکر از شما. آقای رشید، میخوایم از شما بپرسم که شما چه تعریفی دارین از ارزش های ملی؟ واقعا در کشور چه چیزهایی میتونه که ارزش به شمار بره؟ مننه تاسو، سلام احترامات اغلی وکیلا صاحب ته، او خور ته، زیار صاحب ته، تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته. تر دې ربی د زری وکیلا صاحب د خپل خور لغه دوی چې ملي ارزښتونه له هغه نه تعریف وکړي، له سره موافق یم. زما په نظر هر هغه محور باندې چې ملت راټولېږي او د ملت منافع پکې خوندي وي، ملت ته د منلو وړ وي، هغه ملي ارزښتونه دي. په بېلابېلو ټولنه کې یا مملکتونو کې ارزښتونه فرق کوي، ول د موږ په هیواد کې اصلي ارزښت دا چې موږ هغه ملي تقدسات باید هغه تطبیق شي او د منلو وړ وي، او دغه راز ملي وحدت د لومړیتوب ده چې ملي وحدت باید موږ وساتو د اقوام او د پرګنو ترمنځ. او دغه تر څنګ ملت ته هغه څه مهم دی چې ملت په هغه کې خیراز او د پرمختګ خواته حرکت وکړی شي. دا ټول ملي ارزښتونه دي چې موږ باید هغه ته کار وکړو، غږ اوچت کړو،
او د هغه وخت تر سره کېدل چې موږ کاملا یو سوله ایز ټولنه ولرو، په ټولنه کې همدیګر پذیری وي یا بل منل وي، او دغه تر څنګ جګړې او تاوتریخوالی، تعصب، خشونت، تبعیض د له منځه ولاړ شي. بیا موږ کولی شو چې داسې یو ټولنه ولرو چې په هغه کې د موږ ملي ارزښتونه تعریف شي او هغه ټول درې منله وړ. بله، تشکر از شما. آقای زیار، میخوایم از شما پرسم که همون گونه که مهمانان ما صحبت کردن در مورد ارزش‌های ملی، شما چه تعریفی دارین از ارزش‌های ملی در افغانستان؟ در مننه خوشحال اوسگی. سلام و درنخ تاسو ته، قدرمن وکیل صاحب ته، ډاکټر صاحب مسعود صاحبی، رشید صاحب ته، درنو همکاران او د تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، لږ چخه اوسئ. ملي ارزښتونه د ته ویل کېږي چې د یو هیواد ټول افراد او وګړي په هغې باندې راټول شوي وي، او دغه ملي ارزښتونه داسې یو اساس واوسیږي، دغه سې اصول او مقررات واوسیږي چې د ټولو خلکو د هیواد ټول افرادو ته د منلو وړ وي، او د یو هیواد په بحراني وضعیت کې دغه ټول وګړي د هیواد ټول افراد په دغه یو ملي ارزښت باندې تجمع کړي، په دغه یو ملي ارزښت باندې راټول شي، او د خپل هیواد خپل وضعیت دغه بحراني حالت نه وباسي. نو په اساس ډول موږ هم دغه ته ملي ارزښتونه ویلی شو. تشکر از شما آقای زیار. و حال دوباره برمیگردیم به شما بانو سما. چه فکر میکنین که واقعا نظر به تعریفی که شما داشتین از ارزش‌های ملی در افغانستان چیزها وجود داره حفظ شده ارزش‌های ملی؟ من خوشبختانه ما گفتم ارزش‌های ملی ما سرزمین ماست، فرهنگ ماست، زبان‌های ماست. اینا تمامش ارزش‌هایی است که در حال حاضر ما داریم و او را پاس می‌داریم. و اگر برخی از دلایل سیاسی در برخی از موارد باعث میشه که در این ارزش‌ها، البته در برخی موارد بین برخی از افراد موضوعاتی پیش بیاید، به این معنا نیست که اون ارزش خود از دست داده یا خدشه وارد شده. ما در حال حاضر این ارزش‌ها رو داریم. تشکر از شما. بانو صافی، چه فکر میکنین خودتان که آیا در افغانستان چقدر ارزش‌های ملی حفظ شده و او وجود داره و مردم افغانستان به چشمشان میبینه که واقعا ارزش‌های ملی در حال حفاظت است و وجود داره؟ گران خوری، ما مخکې خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ هغه څه ملي ارزښتونه چې ټول لپاره د منلو وړ اوسیږي، او متاسفانه تر اوسه د افغانستان په هغه کې د ملي ارزښتونه موږ نه لرو او نه صف شوي دي. نو موږ ملي ارزښتونه هغه وخت به وکړو چې په هغې باندې ټول ملت وتوانېږي او ټول ملت قبول کړي او ټول ملت د هغې پیروي وکړي، نو هغه وخت موږ ویل چې موږ ملي ارزښتونه لرو. بله، در این عرصه مردم چقدر نقش دارن به خاطر حفظ ارزښتونه؟ مهمه نقش پکې د خلکو دی. باید په دغه برخه کې خلکو ته مو پوهاوی ورکول شي، ملي ارزښتونه ورته وښودل شي، په دې چې ملي ارزښتونه دوی مفهوم باندې نه پوهېږي چې ملي موږ یا ملي ارزښتونه زموږ څه شی دي. باید په دغه برخه کې مو پوهاوی وشي چې خلک وپوهېږي چې موږ ملي ارزښتونه لرو که نه لرو. بله، تشکر. آقای زیار، شما چه فکر میکنید که چقدر مردم به خاطر حفظ ارزش‌های ملیشان نقش دارن و چقدر این کار انجام دادن؟ خودت در گروه معماران صلح چقدر این کار انجام دادی؟ چه برنامه‌های روی دست داری؟ من که رختی درته وایم، په افغانستان لسیسو جګړو دومره ځپلې ده چې خلکو نه هغه اساسات چې باید خلک ور باندې راټول شي، ټول خلک ومني، ټول مندلي اساسات هغه جګړې خلکو نه اخیسته دي. خلک له هغو اساساتو نه محروم دي چې په دوی باندې چې دوی په کومو باندې راټولېدلی شي او خپله ټولنه له بدبختۍ څخه ژغورلی شي. ملي ارزښت که ووایو چې موږ په ټولنه کې ځینې خلک شته، او زموږ ډېر هیوادوال زموږ ملي بیرغ ته د یو ملي ارزښت په سترګه ګوري، ولې زموږ د هیواد دېرش فیصده څلوېښت فیصده داسې وګړي شته چې بیرغ د هغه په توګه د ملي ارزښت په توګه نه مني. همدارنګه اساسي قانون زموږ د یو که ووایو موږ یې د یو هغه په توګه منو، د یو ملي ارزښت په توګه، ولې د ټولنې ډېر داسې قشرونه شته چې هغوی د ملي ارزښت په توګه نه مني. ملي ارزښت باید داسې واوسیږي چې ټولو ته نه منلو ولي. مثلا موږ وایو افغانان ډېر میلمه پاله خلک دي. پخوانیو وختونو کې به کله چې یعنی دغه نور پردي ممالک خلک دلته افغانستان ته راتلل، دوی به له ځانه یو هغه وړه چې افغانان یو دوه شیان یا څو شیان چې دوی ډېر زیات له ځانه سره لري، یو دوی ډېر میلمه پاله خلک دي، بل دوی ډېر شجاع او دلاور خلک دي. اصلا دغه زموږ یو ملي ارزښت و چې پردیو هم منلی و ټولو ته، ځکه اوس موږ ټول په دې باندې راټول یو چې افغانان میلمه پاله خلک دي،
هر سړی دا منی د ټولن ټول اکثر دا منی چې افغانان مل په خلک دي او دا هم منی چې افغانان زړور او دلاور خلک دي دا زموږ یو ملي ارزښت کېدل شي ولی د 10 ملي ارزښت چې ټول باندې ټول وي هغه نشته او د 10 زموږ ټول نه کې د 10 تعریف شوی ملي ارزښت اوس مهال موږ نه لرو کوملره لینو د هیواد په مدغه وضعیت نه وای او ټول خلک په همدغه یو ملي ارزښت باندې راټول وي لبد امرغه مخکې یادونه وکړه چې د خلکو نه د اساسات لري ساتل شوی دي یو خو د پردیو غیر شعوري استعمار ده چې زموږ خلک ځان سره انحصار کړي دي هغوی ځان سره غصب کړي دي هغه اساسات چې باید ولس ته ورکړل شي هغوی له ځان سره پټ ساتلی دي او ولس یې محکوم ساتلی ده نو په دغه وجه باندې ولس اصلا د ملي ارزښت پیژني نه نو ملي ارزښت چې هغوی پیژني نو د ساتلو لپاره خو بیخي څه امکان نه لري ځکه هغوی لومړی باید ملي ارزښت وپیژني بیا یې وساتي نو د دې لپاره چې موږ دغه خپل ملي ارزښتونه وپیژنو وای ساتو د دې لپاره مهمه ده چې د ټولنې ټول اکثر مثلا استادان په مکتب کې خپل زده کوونکو ته لومړی ملي ارزښتونه وپیژني به د دوی د ساتنې توصیه وکړي د پوهنتون استادان دې همداسې د دیني عالمان دې همداسې د ممبر لاره همداسې وکړي نور هغه اکثر چې په مختلفو کارونو کې بوخت وي ولې دوی ته د ملي ارزښتونو د پیژندلو روحیه ورکړل شي او بیا د پیژندلو نه وروسته بیا دوی ته د ساتنې روحیه ورکړل شي بله تشکر از شما بانوس اما شما چه فکر میکنید کیها مسئولیت دارند در کشور تا از ارزش‌های ملی حفاظت بکنن هر فرد این جامعه مسئولیتش این است که از ارزش‌های ملی دفاع بکنه من پیشتر اشاره کردم که ارزش‌های ملی ما وجود داره اما بحثی که بزار محترم اینجا بیشتر روش تاکید کردن این هست که این ارزش‌ها به طور جمعی حس نمیشه به طور جمعی از او تجلیل نمیشه مثلا روز استقلال ما مثلا از بیرق ما که باید دوست داشته باشیم البته من فکر میکنم که گفتم پیشتر در برخی از موارد این مسائل ما میتونیم ببینیم که دلایل مشخص داره دلایلش دهه های جنگ در افغانستان هست و ابعاد مختلفی که این جنگ داره متاسفانه نه تنها برای نسل فعلی میتونه بسیار زیاد گران تمام بشه برای چند نسل بعدی ما هم همچنان تاثیراتش خواهد بود و از طرف دیگه دخالت برخی از کشورهای دیگه و یک مسئله دیگه گذاشتن تقسیم در کنفرانس بن هست نگاه قومی، تزریق کردن نگاه قومی و حتی تقسیم قومی بر اساس تقسیم قدرت بر اساس قومیت این نگاه را حتی در جامعه از سیاست وارد جامعه هم کرد که مردم این را فکر بکنن که هر قوم و یا هر زبان اگر فرهنگ مختلفی داره باید از فرهنگ خودش پاسداری بکنه به دلیل از اینکه وقتی از فرهنگ خودش و زبان خودش بیشتر پاسداری بکنه فکر میکنه که سهم بیشتری را از قدرت میگیره در حالی که کاملا اشتباه است در یک جامعه چند فرهنگی چند زبانی حتی قانون اساسی ما به اشاره میکنه وقتی ما زندگی میکنیم تنها اصلی که میتونه ما را کنار هم دیگه بیاره و یک منفعت مشترکی را تعریف بکنه اینمیست که ما همدیگر را بپذیریم اینمیست که ما پلورالیزم فرهنگی، زبانی و مذهبی را در این کشور در نظر بگیریم این تنها مدلی هست که ما را میتونه به این برسانه که ما از ارزش‌های ملی خودمان تعریف درستی داشته باشیم از اونا حفاظت بکنیم و در کنارش در ورای ازی ما منافع ملی کشور خود را تعریف بکنیم بله حالا در کل یعنی تبعیض میتونه مانعی از این شوه که یک کشور بتونه که ارزش های ملیشن را احساس بکنن و متحد باشن و هم شما چه فکر میکنید چرا در افغانستان بیشتر تبعیضات قومی و مذهبی و زبانی حالا نژادی به وجود میآید بله من پیشتر اشاره کردم به دلیل اینکه یکی اینکه مردم ما در جنگ بودند و جنگ اجازه نمیده که شما فکر بکنید اجازه نمیده که شما بدانین که منفعت مشترک شما در کشور چی هست و از طرف دیگه اشاره کردم وقتی که در کنفرانس بن تقسیم بر اساس قومیت گذاشته شد که سر سهم هر قوم ای هست نگاه را تغییر داد و یک تعداد حس کردن که سهم ما کمتر در رو بوده و یا سهم دیگری بیشتر در این مسئله بوده این قدرت طلبی بله. جا طلبی باعث شده که تقسیم صورت بگیره نگاه را ایجاد میکنه که مایی که سهم کمتری در این قدرت بردم پس به من ظلم شده روی ما تبعیض قرار گرفته البته ما نمیتونیم نادیده بگیریم که در
تنها در دو دهه نیست که اینا ریشه داشته باشه. ریشه‌های ازی در ادوار مختلف دیده میشه که یک قوم خاص و یا یک قوم دیگه مورد تبعیض یا ظلم قرار گرفته. اما ما باید اگر میخواییم که از این ورطه وحشتناک بیرون بیاییم دنبال راه حل باشیم، این هست که برای یک مدت حداقل نسل جوان یک فراموشی تاریخی داشته باشه. اگر ما پشت ای بگردیم که در زمان عبدالرحمن خان چه اتفاقی افتاده یا در زمان یکی دیگر از پادشاهان چه اتفاقی افتاده، یکی دیگر از حکمروان چه اتفاقی افتاده، ما را دور نگه می‌داره از همدیگر. نفرت ما نسبت به همدیگر هر روز فقط زیادتر میشه، بیشتر تبعیض و تفرقه بین ما بیشتر میشه. یعنی پیامدی به غیر از این متاسفانه این مثلا نداره. یعنی شما فکر میکنید که ارزش‌های تاریخی نمیتونه که ارزش‌های ملی یک کشور باشه؟ ببینید، تاریخ تنها به نظر من، حداقل من فکر میکنم نسل جوان اینطور فکر باید بکنه که ارزش تاریخ در این هست که ما او تاریخ بدانیم و از او عبرت بگیریم، از او یاد بگیریم و دوباره تکرار نکنیم اشتباهاتی که در گذشته اتفاق افتاده. بیشتر از این که تقدس برای ما تاریخ نباید داشته باشه. و مهمترین مسئله ای هست که در چنین زمانی ما آنچه که در گذشته اتفاق افتاده از او یاد بگیریم. اینکه اگر بیرونی ها ما را به این متوسل کردن که ظلم بکنیم بر دیگری یا اشتباهات خود ما بوده، ما امروز باید یاد بگیریم. جوان امروز، من فکر میکنم نسل امروز باید به فکر این باشه که ما چطور میتونیم از این وضعیت بیرون بشیم. اگر ما همچنان نسبت به همدیگر نفرت داشته باشیم بنابرای که در گذشته تاریخی یک اتفاقی افتاده، متاسفانه ما را نمیتونه پیش ببره. و از طرف دیگه ایران باید در نظر بگیریم که من فکر میکنم که هیچ قومی و هیچ آدمی در افغانستان نیست که مورد ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض قرار نگرفته. هر کدام ما، حتی کسانی که مهاجر شدن، هر کدام ما به نوعی مورد تبعیض، بی‌عدالتی و ظلم قرار گرفتیم. اما آیا ما باید به گذشته نگاه بکنیم؟ به گذشته تنها به این نگاه میکنیم که بتانیم از او یاد بگیریم و بتانیم به آینده برسیم، به ای که از این وضعیت نجات پیدا بکنیم و در نهایتش برای آبادی کشور ما فکر بکنیم، برای آبادی خود ما فکر بکنیم. این مهمترین مسئله است که من فکر میکنم که ما باید در نظر داشته باشیم. بله، تشکر. بانو صافی، میخوایم از شما بپرسم که مردم چقدر در دامن زدن تبعیض و مسائل قومی و زبانی نقش دارن، چنانچه در خیلی از بخشای مثل برگزاری انتخابات مردم نقش بسزایی دارن برای اینکه بتونن رهبر از این آیندهشان انتخاب بکنن. حالا در انتخابات ها ما شاهدش بودیم که هر قومی، هر زبانی از یک شخص مشخصه به خاطر از اینکه هم قومش است، هم مذهبش است، هم زبانش است، میره حمایت میکنه. فکر میکنین که در این عرصه به خاطر از اینکه ارزش ملی حفظ شود و تبعیضات نقش زیادی داره برای اینکه ارزش ملی حفظ نشه، مردم بر دامن زدنش هم نقش دارن؟ بلکل، یا سو امکانات دی همشته چی بعضی تبیزونه بده که مهم رول لری. کچیری منگا دقا طول ولایتونه دی افغانستان یا لاس نشو دقا تبیز دن توتریخواله دقا مذهبی دی که دینی دی که طولانیز دی دقا توتریخواله دی باینا یا نشو منگا هست کل اخپل ملی ارزشتون تن رسو. کچیری یا لاس شو منگا او یا غاگو سیگو او یا بل تا متقابل احترام لرو دقا کم تبیزونه چی منگا مایسکی موجود دی دقا دی باینا لارشی منگ با انشالله ملی اخپل ارزشتون تن رسیگو او اخپل سول تا بام خپل رسیگو خپل حق و حقوق تا با رسیگو. کچیری منگا دقا سی خپل ترمنځي مذاکرات کې جوړ نه وسیګو یو بل نه منو، نو هیڅ کله موږ خپل ملي ارزښتونه ته نشو رسېدل. دغه برخه کې ډېر یو جدي رول لري. قانون چقدر میتونه که نقش داشته باشه برای اینکه تبعیض از بین بره؟ حالا فکر نمیکنه همین حالت که یک قوم یا یک همزبان فکر میکنه که باید، چنانچه بانو سما گفتن که در نشست بان همه چیز بر بنیاد قومیت تقسیم شده، حالا اگر قانون وجود می داشت بر هر شخص بر بنیاد قانون هر قدرتی که میخواست، هر جایگاهی را که میخواست میتونست برسه، اما در اینجا که اگر قانون مراعت نشه چقدر باعث میشه که تبعیض و تبعیض زبانی و قومی زیاد شود؟ دولت او د ولس ترمنځ دا اړیکې یو پل اړیکې دي. که چیرې دولت وغواړي کنه دغه
مشکلات حل کی کنه په ډیر اسانی سره لې او کله کملت مغواړي کنه دا مشکلات په ډیر اسانی سره لې په دغه دواړو برخو کې د هم د ملت هم د دولت ډیر مهم رول دی چې به دغه تبیز لمنځه یوسی. بله تشکر از شما آقای رشید. میخوایم از شما بپرسم که حالا به نکته اصلی رسیدیم در بحث که چیزی که مانع از این میشه که ارزش های ملی حفظ نشه یا در کشور ارزش ملی فهمیده نشه تبعیضات قومی زبانی هست. چه فکر میکنید که شما در گروه معماران صلح آیا در این مورد کار کردین؟ چقدر خواستین که این مورد از بین ببرین یا اینکه بر مردم بفهمانین واقعا تبعیض وجود نداشته باشه؟ مننه. زما خلک چې تاسو سوال ته پوښتنه ځواب وایم وړم چې یو نظر یې لاندې ورکم. تر اوسه ملت خپل ولسونه خپل ځوانان که هغه په هر قوم پر تړاو لري، هر سیمه په هر ژبه خبرې کی، دوی په دې لاټه کې نشي. موږ یو واحد ملت یو، د افغانستان یو، افغانستان ټول ګډ او مشترک کور ده، او زموږ ملي ارزښتونه ټول یو دي. هغه مشترکات سره ونه پیژنو موږ هیڅکله یو ملت نشي کېدلی. او د دې لپاره چې موږ تبعیض و خشونت و تعصب له منځه یوسو، باید موږ ملي ارزښتونه وپیژنو او ملي ارزښتونو ته ترجیح ورکړو. بدبختانه مخکې تاسو یادونه وکړه چې په ټاکنو وخت کې ځینې سیاسي ګوندونه یا سیاسي استازي چې هغوی پارلمان ته یا په ټوله کې ولسمشري ټاکنو ته کاندیدان دي، هغوی داسې یو هڅه کوي چې خپل سمت یا خپل قوم یا خپل سیمې کلي ولایت خلک په دې تړاو خپل ځان ته راجلب کړي، چې هغوی ته وایي چې موږ دلته زموږ تاسو سره ظلم سوی ده، زموږ حق خوړل سوی ده، او تاسې باید موږ ته رایه راکوئ. پر ځای دې چې هغوی ته خپلې برنامې، هغوی ته ملي ارزښتونه، هغوی ته د ملي ارزښتونو ساتنه په دې تړاو کمپاینو کې خبرې وکړي. ولې بدبختانه شعوراً دوی قصداً غواړي چې تعصب په ټولنه کې، تبعیض په ټولنه کې. البته دلته استثنا سته ټولنه یادوم، موږ لیدلی دي، موږ په دې برخې کار هم کړی، مشاهده او نظرات مو کړی ده. هغه اصول چې هغه کمپاین یا هغه پروسه نه ایجابوي، دوی داسې یو غیر منطقي بحث مخته وړي چې هغه باعث د دې ګرځي چې په ټولنه کې خدای مکړه هغه تعصب ته لمنه ووهي، تبعیض ته لمنه ووهي، له هغې نه هم سرمنشي اخیستلی شي. بل دلته خپله ولسونه یا خلک اوس د اوسنی نسل، نوی نسل چې ورته ویل کېږي، دوی باید په خپله فکر وکړي، تفکر وکړي، انسانیت باید وپیژني، هیواد وپیژني. دلته که هر قومی که مثلا زه پښتون یم، زه دومره څومره پښتون ته درناوی لرم، باید تاجک هم زما ورور ده. باید دلته اساسي اصل دا چې موږ همدیګر پذیري باید رامنځته کړو، یو بل ومنو، درناوی یو بل ته وکړو، یو بل حقوق باید وساتو، د هغوی حقوق ته درناوی ورکړو، چا حق ونه خورو. دغه ټول موارد دي چې موږ باید وپیژنو، او په دغه اساس به موږ کولی شو چې واحد ملت سو. کله چې واحد ملت سو، بیا موږ کولی شو خپل ملي ارزښتونه وپیژنو، خپل ملي ارزښتونه ساتنه په ګډه وکړو. دا نشي کېدلی چې د اوس کې موږ په اردو کې وګورو، د بدخشان ځوان تللی په هلمند کې جنګېږي، د هلمند له سرحداتو او له ملي حاکمیت او له ملي ارادې نه هغه ساتنه کوي، د کونړ ځوان تللی په بدخشان کې جنګېږي، همداسې په نورو ځایو کې. دغه ټول دغه عامل کېدلی چې موږ یو واحد ملت سو. کله چې واحد ملت را جوړ سو، واحد ملت را منځ سو، بیا موږ کولی شو چې یو واحد افغانستان ته، د هغه ملي ارزښتونه ته، ملي بیرغ ته، ملي سرود ته، د هغو ټول درناوی وکړو، خپل ومنو او خپل ځان یې وګڼو. بدبختانه په ځینې موارد کې موږ لیدلی چې ملي سرود ته څوک درناوی نه کوي. دا د هغوی هغه معلوماتیانه، ځکه هغوی ته هوای نه دی ورکړل سوی، یا نه پوهېږي، یا د فکر ورکولو وخت نه دی ورکړل سوی. ګورو چې ملي سرود پلی کېږي، څوک ناستې ورته ولاړېږي نه، څوک هغه بېخي نه مني چې ملي سرود نه ده. په ځینو تجمعاتو غونډو کې موږ تاسو لیدلي چې خپل هغه د ګوندي سمتي د هغو یو قسم هغه پلی کوي، هغه ملي سرود سره منل کېږي. دا ټول موارد دي چې موږ یو انحراف ته، یو خواته به یو خراب مسیر ته به. نو ښه ده چې موږ ملت واحد ملت سو، ملي ارزښتونه وپیژنو، او دغه وخت کېدلی شي چې ځوانان ولسونه ټول په خپل دې ته کار وکړي، چا نه توقع ونه کړي چې بیګانه یا نور خلک راشي موږ ته ملي ارزښتونه تعریف کړي، هغه په موږ باندې تحمیل کړي، خپل فکر وکړي، هغو ته کار وکړي. بله تشکر از شما. آقای زیار، شما چه فکر میکنین چرا مردم جز این که یک قوم مشخص باشن، یک زبان مشخص باشن، متحد نمیشن یا برای یک کار جمع نمیشن تا این که این دلیل نباشه؟ که تاریخ تا نظر بکو، تیر تاریخ تا دیول لسودری نوی کلونو پا جریان که کل چه انگلیس پا افغانستان که حضور درلود، آقای دی خپل پالیسی و دی مخکی تاگ لپارا یا استیلاح یا متل درلود چه او نپاق واچه و حکومت وکړه.
یعنی نیپاق واچو حکومت وکړه ا د هغه وخت افغانانو ته چاته به وسلې ورکولې چاته به پیسې ورکولې چاته به د موقيب د واده کوله چې تابه موقيب تر سو بل ته به دی بل موقيب واده کوله په دې اساس هغه یو بل سره وشلی وو یعنی هغه هیڅ کله به نه توانېدل چې سره ټول شوی ځکه هغه د دغه متل ښکار شوی چې نیپاق واچو او حکومت وکړه همدغه سلسله د تاریخ په راتلونکو دورو کې او د اوس چر روانه د جریان لري په دې دورو کې د ټولو کې همدغه سلسله روانه چې نیپاق واچو حکومت وکړه څوک دې چا څوک رانه په جبلی تابیز باندې بیل کړی دي څوک رانه په سمتی باندې بیل کړی دي څوک رانه په نژادی باندې بیل کړی دي یعنی موږ سره په ډلو ټپل باندې ویشل یو چې یوازې نه مشکل چې زموږ د ملي ارزښتونه او د وطن د ویرانۍ سبب شوی د غام دغه شې چې د انګلیس مغه پالیسی پکې مخکې تا کوي او موږ جریان لري ټول ولس او زموږ د دولت په دې باندې سر راټول نشو چې د پردی یو ماخه دغه متل منځو غرزي جبا قوم مذهب د هر څه ته پردي الله تعالی وای چې تاسو ما په قومونو باندې په دې د دې لپاره ویشل چې تاسو فقط یو بل سره و پیژنئ د دې لپاره مینه چې ویشل چې تاسو یو بل سره تابیز وکي یا دلته تور په سپین باندې سپین په تور باندې یا پښتون په دری زبان باندې دری زبان په پښتون باندې هزاره باندې همداسې یعنی موږ ټول د یوې سترګې په کور کې سپین او تور یو کچیرته موږ وایو چې افغان او افغانیت مو بری تر سوي بل هر نوم مو سره وشي موږ ټول د یوې سترګې په کور کې سپین او تور یو یعنی دغه یوازې نه دغه خبرې چې موږ سره کړو ټاکو نو موږ ټول ملت افغان ملت پښتون تاجک ازبک هزاره ګجر پښای ټول موږ کولای شو په دغه یو خبره باندې را ټول شو یو په دغه یو خبره باندې ملي اجماع وکړو په دې یو خبرې په اساس باندې ام خپل ملي ارزښتونه وساتو ام خپل ملي ګټې وساتو ام خپل ولس وساتو ام خپل وطن وساتو ام خپل وطن هیواد او هیوادوال په خپل پخو باندې ودرو تشکر از شما آقای زیار تا لحظات بعد دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدید به مردمی گفتگوی مردمی صلح زیر بحث ارزش‌های ملی چه تعریفی دارد و چگونه باید حفظ شود بانو سما خوش آمدید به ادامه برنامه می‌خوام از شما بپرسم که چه فکر می‌کنید در این اواخر ناامنی‌ها و جنگ‌هایی که جریان داره چقدر باعث شده که از ارزش‌های ملی ما کاسته شود یا هم حفظ شده باشد تاکنون متاسفانه افزایش خشونت‌ها در این اواخر میتونه روی تمام عرصه‌های زندگی ما تأثیر بگذاره و تا جایی رسیده که حتی مردم امروز تنها چیزی که فکر میکنن دیگه حتی غم نان ندارن تنها غم جان دارن غم این که زنده بمانن و این نشان میده که تمام بخش‌های ما متاسفانه تأثیرپذیر بوده از این مسئله و تمام از این برمیگرده به مسئله به اصطلاح صلح که من پروسه صلح نمیبینم من بیشتر پروژه صلح میبینم از دو سال به این طرف که مسئله پروژه صلح وقتی شروع شد تنها چیزی که برای ما مردم اتفاق افتاد کشتار بیشتر بود از دست دادن بیشتر بود ویرانی بیشتر بود تاسیسات عامه ما تخریب شد و در کنارش برای طالب تنها تانست که جایگاه بیشتری را قائل بشه طالبا فرصت‌های بیشتری را پیدا کردن امتیاز بیشتری را پیدا کردن تعداد زیادشان آزاد شدن من فکر میکنم که بغیر از کشتار و خشونت چیزی نبوده این به این دلیل هست که صلح نباید به عنوان یک ابزار در نظر گرفته بشه زمانی که صلح در قالب ابزار و در قالب استراتژی‌های کلان کشورهای دیگه به یک کشور تحمیل بشه او صلح نمیتونه بیاره او صلح مثبت یا صلح گرم نمیتونه برای مردم بیاره که در پیش امنیت اجتماعی امنیت سیاسی امنیت اقتصادی امنیت فرهنگی را برای مردم یک جامعه رقم بزنه پس این صلح برای ما هیچ چیزی به غیر از خشونت و جنگ نداشت بله تشکر بانو صفای شما چه فکر میکنید که در اواخر ناامنی ها چقدر تاثیر گذاشته بر از اینکه از ارزش های ملی مردم افغانستان کاسته شود څنګه چې وکیل صاحب د خبرو په تایید باندې کنه اوس خل دومره مجبوره شوي دي کنه چې خپل سر بچ کول غواړي کنه نو ملي ارزښتونه خو بیخي ترینه هیر پاتې دي او جنګ اصلي لامل دی نه ساتل د ملي ارزښتونه دی که چیرته زموږ په هیواد کې جنګ او جګړې نه اوسیږي تاوتریخوالی نه اوسیږي خلک خپل مسؤلیتونه وپیژني نو امکان لري چې ملي ارزښتونه هم وپیژني نو ډېر تاثیر 100% تاثیرات لري جنګ په ملي ارزښتونه باندې
بله تشکر از شما. آقای رشید، چقدر تاکنون ارزش های ملی زیر پا شده؟ بدبختانه که جنگ یک پدیده است که نه تنها ارزش های ملی و ارزش های انسانی را، بلکه تمام ابعاد زندگی انسانی را زیر تاثیر خود آورده و تاثیرات ناگوار زندگی مردم وارد ساخته. فعلا جنگ هایی که در اواخر در کشور ما جریان داره، بدبختانه مردم به واسه اینکه به پیشرفت، ترقی، شناسی ارزش های ملی اونا توجه بکنه، بشناسن، اونا طوری که همکارای ما گفتن در غمی هستن که چطور بتوانن همو زندگی خودشان، فامیلشان، خانوادهشان، اطفالشان اونا مسئول بسازه و حداقل زندگیشان از خطرات جنگ که ناشی از جنگ برشان تحمل شده اونا را از او رهایی پیدا بکنه. بدبختانه ما تا جایی که معلومات داریم، چون در من ولایت لوگر هستم، ببینم بلان در تمام ولسوالی ها و خصوصا در شهرهای بزرگ جنگ هر وقت جنگ جریان داره، مردم در حالت قرار دارن که اونا یوازی که به مکاتب و پهانتون ها و به کارهای روزمرهشان برسن، اونا دیگه هستن که چطور بتونن از آوانا و از گلوله هایی که با قریه و قصباتشان شلیک میشه از او پنهان بکنه. از این رو ما گفته میتونیم که جنگ و این خشونت ها در تمام ابعاد زندگی مردم متاثر ساخته و تاثیرات منفی خود داشته. این چی باشه ما بتونیم که ارزش های ملی خودشون را سایه بکنیم؟ گفته میتونیم که ارزش های ملی ما زیر پا شده، حفاظت از او صورت نگرفته و این عامل عمده شون هم جنگ است، تاثیرات منفی جنگ است. بله تشکر از شما. آقای زیار، برای تشخیص ارزش های ملی قابل قبول برای همه اقوام و شهروندان افغانستان چی باید کرد؟ دی ملی ارزښتونو د تشخیص اول او معلومولو لپاره غوره مهمه خبره به دا اوسي چې د هیواد په سطحه د یو ملي اجماع رامنځته شي. د هیواد له ولایتونو، ولسوالیو، کلیو، د ټولو نه د خلک راوغوښتل شي، لکه لویه جرګه چې پکې د هیواد د ټولو اقوامو، د ټولو کلیو، ولسوالیو خلک شتون لري، دا خلک دې راوغوښتل شي او دوی دې په یو ملي اجماع کې خپل ملي ارزښتونه تشخیص کړي. دوی لپاره د یو ټاکلې او پیژندل شوی تعریف وړاندې کړي، تر څو ټول ولس یې وپیژني. ټول د هیواد ټول قشرونه، که هغه مېرمنې اوسېږي، زموږ یعنې سپینګران اوسېږي، ځوانان اوسېږي، هر څوک چې اوسېږي، دوی دغه تعریف شوی او منل شوی اصل او ملي ارزښت وپیژني. نو د دې لپاره یو ملي اجماع ته ډېر ضرورت دی. د ملي اجماع نه وروسته بیا د یو عامه پوهاوی، ذهنیت سازي، دا تر ټولو مهمه برخه ده چې د ټولنې هر فرد باید د افغانیت، د یو افغان په توګه ځان مسؤول وګڼي، چې د خپل هغه څه چې دی له ځان سره لري او د ملي ارزښتونو په نوم دی څه پیژني، او هغه څه چې مطالعه دی د ملي ارزښتونو په اړه کړی ده او دغې اجماع نه یې څه اخیستې دي. دوی باید د عامه پوهاوي له لارې د هېواد کونج کونج او هر فرد فرد ته ورسوي، تر څو هر فرد په دې باندې قانع کړي چې دغه زموږ ملي ارزښت دی او د بحران په وخت کې موږ په دې باندې راټولېدلی شو، زموږ او ستاسو د ټولنې د ټولو بدبختیو څخه د ژغورنې یوازینۍ لاره همدا ده. بله تشکر از شما. بانو سما، فکر میکنید که آیا افغانستان در طول تاریخ دارای دورنمای ملی بوده؟ و اگر نبوده فکر میکنید دلایلش چه بوده؟ در ادوار مختلف وقتی که ما تاریخ مرور میکنیم، ما فرصتهای زیاده داشتیم و بله در دورهایی داشتیم که تعریف مشخص از ارزش‌های ملی و دورنمای ملی وجود داشته. ما حتی اگر قبل از 40 سال گذشته را ببینیم، ما 60 سال ثبات تجربه کردیم، با وجودی که مشکلات زیادی در اون زمان هم بود، مسئله جنگ سرد بود، بلوک شرق و غرب بود، یعنی تأثیر پذیر بود افغانستان در اون زمان هم از این موارد، اما باز هم ما 60 سال ثبات تانستیم تجربه کنیم. این نشان میده که این مردمی که در این جغرافیا زندگی میکنند با تنوع قومی که دارند و این پیشینه بسیار طولانی داره، میتونن کنار همدیگر زندگی بکنن، میتونن همدیگر پذیر باشن، میتونن که با یک حکومت سالم و مدیریت سالم و با ای که کشورهای دیگر اگر دخالت نکنن، کشورهای دیگر اگر اهداف مغرضانه خود در جنگ خشونت در افغانستان نبینند، ما میتونیم که در کنار هم دیگه زندگی بکنیم و ما میتونیم که یک دورنمای ملی بسیار درست داشته باشیم. اما متاسفانه در 4 دهه به این طرف و
20 سالی که این اواخر حتی خواسته باشیم تنها نگاه بکنیم گذشت، من فکر میکنم که این دورنمای ملی نیاز به این داره که هم مردم و هم حکومتی که از مردم نمایندگی میکنه برنامه ای را داشته باشن که بتانن راه حلی را برای بیرون شدن از این وضعیت داشته باشن. اما مدیریت این وضعیت مطمئنن حکومت به عهده داره. حکومت باید یک آجندای کلی و یک گفتمان کلی ملی در برابر مسئله صلح داشته باشد. به خاطر چی میگم صلح؟ چون منفعت امروز کشور ما، منفعت ملی ما صلح هست دیگه، بقا هست، این که ما زنده بمانیم، این که نظام ما سرپا بمانه، نظام ما دچار انقطاع دوباره نشه، ما تجربه تلخ حکومت‌های موقت نداشته باشیم، تجربه بی‌نظامی را نداشته باشیم. و من فکر می‌کنم که مردم امروز به این نتیجه رسیدن چون بی‌نظامی را دیدن که در پیش جنگ و خونریزی و تداوم خشونت بوده. به این دلیل حکومت باید چنین برنامه مشخصی داشته باشه و تمام مردم، تمام اقشار جامعه باید در مورد صلح بفهمن، صلح بخواهند و برای از او کار بکنن که نیاز به فرهنگ صلح پروری داره. یعنی یک مدت کوتاه را در نظر نباید ما بگیریم، یک مدت خیلی طولانی را در بر میگیره، چون کارهای فرهنگی کارهای عمیقی است و کارهای بنیادی است و مطمئنا زمان طولانی را در بر میگیره که ما خصوصا در محور صلح کار بکنیم. به خاطر از اینکه ابعاد جنگ افغانستان تنها ابعاد داخلی نداره، ابعاد بیرونی داره. منازعه در افغانستان متاثر از منازعه در منطقه و فرا منطقه هست. ریشه یابی و آسیب شناسی تمام این خشونت ها و منازعه ای که در 40 سال جنگ و بیشتر از او بوده، تمام اینها باید آسیب شناسی بشه و راه حلی برای بیرون رفت از این وضعیت باشه. اما مهمترین بحث اینه که از نظاممان زمانی است که باید دفاع بکنیم. این بار زمانی است که نباید مثل ادوار دیگه تاریخ انقطاعی در نظام ما ایجاد بشه، وگرنه ما بسیار بسیار زیاد سالهای زیادی را دوباره عقب برمیگردیم و انقطاع نظام نباید اتفاق بیفته. این مسئله من فکر میکنم منفعت ملی امروز ما را و بقای نظام ما را تعریف میکنه. بله، تشکر از شما. بانو صافیه، چه فکر میکنید که با فرهنگ ما چقدر میتونیم ارزش های ملی را بر دیگر کشورها، بر جهانیان، بر مردم بفهمانیم؟ سل فیصد کولش چې خپل فرهنګ په نظر کې ونیسو، خپل کلتور، خپل عنعنات، په دې چې په همدغه فرهنګ، په همدې کلتور، په همدې عنعنات باندې موږ جهانیان پیژني، موږ خلک پیژني، یو افغانستان خپل فرهنګ، خپل په کلتور باندې ټوله نړۍ پیژني. ډېر مهمه ده چې خپل فرهنګ، کلتور که موږ په نظر کې ونیسو، موږ کولی شو خپل ملي ارزښتونه هم ملي ارزښتونو ته هم ورسیږو په دې برخه کې. بله، تشکر از شما. آقای رشید، چه فکر میکنید که بخاطر از اینکه ارزش های ملی در کشور حفظ شود و مردم او را بدانند، چقدر نیاز است در بخش آموزش و پرورش یا بخش معارف، از سوی معارف ای برای مردم فهمانده شود؟ خوب است که در نصاب معارف یک مضمون از صلح و ارزش های ملی ایجاد شود، اضافه شود. که از قبل از اینکه از نوجوانی اطفال ما همو زندگی صلح‌آمیز باید اونا بفهمند و ارزش های ملی را باید بفهمند. در پالی از او ما وزارت به نام اطلاعات و فرهنگ داریم، اونا برنامه های را باید برگزار بکنه، هم در مرکز، هم در ولایات، هم در تمام ولسوالی ها، که مردم برشان آموخته و آموزش داده شود که ارزش های ملی یعنی چی، حفاظت ارزش های ملی یعنی چی و زندگی صلح‌آمیز یعنی چی. بدبختانه علی وقتی که ببینیم در اجتماع ما جوانای ما از ارزش های ملی خبر ندارند و زندگی صلح‌آمیز اونا اصلا نمو لذتی که زندگی صلح‌آمیز ور نفهمند، طبعا دو اجتماع افراطیت، تشدد، زورگویی، خشونت، تعصب به بار میاد. یک اقدام بسیار خوب است که حکومت ها قبلا باید ایره به این معضله یک رای حل جستجو میکردن از هر طریق ممکنه که میشد، چی از وزارت معارف، چی تحصیلات عالی، چی از طریق حج اوقاف. ما وزارت های بسیار داریم که از طریق از اونا میتونیم که ما در قریه و قصبات در تمام گوشه های کشور خود به خاطر همزیستی، به خاطر شناسی ارزش های ملی نگهداشتان و به خاطر زندگی صلح‌آمیز برنامه های را می داشتیم.
آدم سر وقت است. یکی از اهداف گروه معماران صلح نمی است که ما بتوانیم زندگی صلح‌آمیز، صلح اجتماعی را، صلح که مردم باید صلح اجتماعی را بفهمند، از خود شروع بکنن، از فامیل خانوادگی خود باید صلح شروع بکنن تا آهسته آهسته شوهای صلح اونا انکشاف بتن، به حدی برسن که تمام کشور از هر طبقه جوانا باشه، بزرگا، متنفذین، افراد زیر سن، تمامشون زندگی صلح‌آمیز را بفهمن. و دیگر ما کارم کردیم، دوستای ما در ولایتشان به شکل برنامه‌ای که در رسانه‌های محلی میرن اشتراک میکنه، به شکل ازی که اونا بروشرها را چاپ میکنن، در قریه و قصبه ها در مساجد تقسیم میکنن. امی اهداف ما است که مشترکاً بتوانیم در این قسمت کار بکنیم و مردم خدا آگاه بسازیم تا اونا به خاطر تحکیم و ترویج صلح اجتماعی و شناسایی ارزش‌های ملی فامانده باشه و اونا در آینده از او حفاظت کرده باشه. بله، در این قسمت میخوایم بپرسم که ملت ها چگونه با وجود میان آقای رشید؟ ملت ها وقتی با وجود میان که ملت ها یکدیگه خود باید شناسایی بکنه و ملت ها با هم دیگه رابط سیاسی خوب، رابط اقتصادی دو جانبه بسیار خوب، به اساس یک پلتفرم چوکات خوب داشته باشن. یعنی است که ملت ها از ملت ها حکومت ها شکل میگیره و حکومت ها پاسخگو به ملت ها باشه، خدمات درست بر اساس وقت عرضه بکنه. اونمو است که فاصله بین حکومت و ملت از بین میرود و می است که ملت ها با هم منسجم میشن و یک زندگی صلح‌آمیز اختیار میکنه، از اشهار میشناسن و به خاطر پیشرفت ترقی و پویاساختن اقتصاد کشورشان از خودشان اونا زحمت میکشن. اونمو است که یک ملت مکمل، یک ملت تحصیل کرده، یک ملت و به حساب از هر لحاظ غنیتر و پایتر به وجود میاد. تشکر از شما. آقای زیار، میخوایم از شما بپرسم که در کشور ملت ها چگونه به وجود میاد یا ملت چگونه به وجود میاد؟ ما آیا یک ملت هستیم؟ د ملت جوړول لپاره لومړی یو جغرافیه یا ټاکلې قلمرو ډیر مهم دی. دا چې ملت رامنځته کېږي باید دوی یو ټاکلې په یو ټاکلې قلمرو کې دوی یو د سیاست یو سرتاسري وحدت ولري. دوی کله چې یو ملت رامنځته شي دوی په ټوله جغرافیا باندې کوم چې دوی ټاکلې حدودات لري دوی په دغه ټوله برخه باندې یو ډول سیاست پلی شي او دغه سیاست ټول په یو موضوع باندې ولاړ وي. مثلا په هیواد پالنه باندې دغه د سیاست رهبري او ټیټه کچه او لوړه کچه دغه ټول موضوعات یوازې په هیواد پالنه باندې وڅرخیږي. دا به د ملت جوړونې یوه برخه شي او د دې تر څنګ په اقتصادي برخه باندې یو په بل باندې اعتماد او اتکا کول چې سوداګري، تجارت، نور همدارنګه فابریکې، نور هغه څه چې رامنځته کېږي چې په اساس باندې ټولنه یو په خپلو پښو باندې درېدلی شي، اتکا کولی شي. نو یو د بل منل او یو پر بل باندې اعتماد کول او سیاسي قلمرو او یو سیاسي یووالی او اقتصادي یووالی، دا به دوه هغه لامل شي چې د ملت په رامنځته کونه کې او په اغېزمنه توګه د یو ملت جوړونه کې اساسي رول ولوبوي. بله، چقدر در گروه معماران صلح برای این امر کار شده؟ در گروه معماران صلح چقدر به خاطر ملت شدن و یک جو شدن کار شده؟ شما چقدر کار کردین به عنوان عضو گروه معماران صلح؟ بله، ما خپل په شخصي ډول باندې جدیدا چې د صلح د معمارانو یو غړی یم، په ټولنه کې ژوند کوم، له مختلفو خلکو سره مخ کېږم، د ټولنې د مختلفو قشرونو خلکو سره ملګرتیا لرم. دوی تمال د ملي ارزښتونو په اړه همدارنګ زه په یو مکتب کې استاد هم یم، د الکترونیکي زده کړو آنلاین زده کړو برنامې لرو مونږ چې زه په هغې کې کوردیناتور او استاد هم یم. نو په دغه موضوع کې مونږ د خپلو ټولو زده کوونکو سره، له خپلو ټولو هغه ملګرو سره، نور د مختلفو اقشارو خلکو سره چې مونږ مخ کېږو، هغوی ته مونږ لومړی او تر ټولو هر څه د مخه مونږ هغوی ته په ملت باندې، یعنی چې یو ملت څنګه رامنځته کېږي، څنګه جوړیږي، مونږ باید څنګه یو ملت واوسیږو تر څو په هېواد کې متروانې بدبختي ختم شي. نو لومړی مونږ دوی ته دغه آګاهي ورکوو، دغه د هغوی د اذهانو په جوړولو باندې کار کوو. بیا یعنی مختلفې هغه مونږ جوړوو، مشاعرې مونږ جوړوو، بروشرونه جوړوو د سولې لپاره، د یووالي لپاره، د اجتماعي سولې لپاره، د ټولنې د وګړو
ترمنز ذات البینی مسائل د حلول لپاره یعنی مختلف غونډې مونږ جوړو په دغه کې د کلی ولسوالۍ ولایتونو مختلف اقشار راټولو د ولایت په سطحه د کلی په سطحه د ولسوالۍ په سطحه باندې دا ټول خلک راځي دلته بیا نور د سیمې ملمانه راغواړو چې هغوی په مهمو موضوعاتو باندې ملت جوړونه باندې ملي ارزښتونو باندې ملي ګټو باندې دوی باندې هغوی ته لیکچر ورکوي هغوی ته پریزنټیشن ورکوي نو یعنی مونږ د ملت جوړونې او د ملي ارزښتونو په برخه کې د سول معمارانو ډېر کار کړی دی او لا هم دغه چارې روانې دي او انشاءالله چې یو ښه نتیجه به ولري. بله تشکر از شما. و بانو سما شما چه فکر میگوین که ملت ها چگونه به وجود میه و آیا ما یک ملت هستیم؟ ملت سازی اصلا یک پروسه بسیار مقلق است، بسیار پیچیده است. به دلیل از اینکه مربوط موضوع تاریخی یک موضوع تاریخی است، فرهنگی است و همچنان حقوقی است. خصوصا وقتی این پیچیده تر میشه که یک ملت چند فرهنگی باشه، چند مذهبی باشه، چند قومی باشه که کشور با دقیقاً همین حالت داره. ما چند فرهنگی هستیم، چند قومی هستیم، چند زبانی هستیم. مدل های مختلفی وجود داره که یک کشوری که چند فرهنگی هست، چند زبانی و چند قومی هست کنار همدیگه چطور بتونن زندگی کنن و ملت بشن. یعنی وحدت در تنوع ما چطور باید پیدا بکنیم؟ وحدت در تنوع مدل های زیادی وجود داره. یک تعداد از کشورها از ادغام و یکسانسازی کار میگیرن، یعنی که همه را میخواین که از یک زبان استفاده بکنن یا همه را میخواین که یک فرهنگ قبول داشته باشن، همه را میخواین که یک زبان تنها صحبت بکنن. برای برخی از کشورها هم نتیجه داده، اما به هر حالش من فکر میکنم که به نوعی دیکتاتورانه است، به خاطر اینکه نفع دیگری، یعنی نفع فرهنگ دیگری، نفع زبان دیگری یا نفع صحبت دیگری یا عقیده دیگری به نظرم سلب حقوق بشری او آدم می باشه. بهترین مدلی که بیشتر کشورهای دموکراتیک پشت از او است و که از حقوق بشر دفاع می کنن این هست که ما از مدلی کار بگیریم که مبنی بر حقوق شهروندی باشه، یعنی شهروند بودن من و دوستان محترمی که اینجا نشستن و تمام فرهنگ‌های مختلفی که در افغانستان هستن، اقوام مختلفی که هستن، مشترک باشه بین ما. ما همه ما شهروند هستیم و حقوق شهروندی برای ما اهمیت داره. و از طرف دیگه چند فرهنگی بودن ما، چند زبانی بودن ما که پلورالیسم اسمش هم می‌گذارن، یعنی پذیرفتن این مسئله و این مدل ما را میتونه در کنار همدیگه جمع بکنه. وحدت با وجودی که تنوع بین ما وجود داره میتونه به وجود بیاره. اصول شهروندی که در قانون اساسی ما هم ذکر شده، رعایت از او این اقوام کنار همدیگه میتونه بیاره. چنانچه اگر شما مثلا در قانون اساسی ما ببینید، تاکید بر این میشه که زبان رسمی ما دری و پشتو است، اما در ولایاتی که اگر کسانی هستند که در یک جغرافیا تعداد زیادی هستن زندگی میکنن که زبان مادری ایشان چیز دیگری است و زبان مادری ایشان به یک زبان دیگه تکلم میکنن، حق دارن که او را به عنوان زبان سوم رسمی قلمداد بکنن و در مکاتب هم حتی در همون جغرافیایشان زبان مادریشان تدریس بشه، زبانشان گسترش پیدا بکنه، رشد بکنه. این نشان میده که چند فرهنگی و چند زبانی و همچنان چند قومی در افغانستان در قانون اساسی ما، در وثیقه ملی ما پذیرفته شده و این تنها راهی است که یک جامعه چند فرهنگی را میتونه به وحدت برسونه. بله، حالا این همه در افغانستان وجود داره و ما یک ملت تونستیم باشیم؟ من فکر میکنم که مشکلاتی در این عرصه وجود داره که این دقیقا ارتباط میگیره به بحث های قبلی همه دوستایی که اینجا اشاره کردن که ما چه مشکلاتی را داریم. ببینید، جامعه ای که در حال هم جنگ تجربه کرده، سالهای زیادی در جنگ بوده و همچنان در حال جنگ هست، بسیار سخت است که شما خواسته باشین که بسترهای فرهنگی را آماده بسازین و از طریق این بسترهای فرهنگی شما دیدگاه جامعه رو نسبت به ای که چه میتونه شما رو به وحدت برسانه و منفعت مشترک شما رو تعریف کنه بسیار سخت است. یعنی کارهای فرهنگی همانطور که زمان زیادی رو در بر میگیره نیاز به آرامش داره، نیاز به ای داره که شما حداقل در وضعیتی نباشین که شاید ما چند لحظه بعد زنده نباشم. بله، شما چرا حل را پیشنهاد میکنید در وضعیت کنونی برای اینکه هم ارزش های ملی حفظ شود و هم بتونیم یک ملت باشیم؟
میخوایم خیلی مرتبط با وضعیت و شرایط فعلی گپ بزنم. من فکر میکنم طوری که پیشتر گفتم خصوصا نسل جوان خیلی مهم است که ثبات را در نظر بگیره، بقا را در نظر بگیره. هدف امروز ما، منفعت امروز ما بقا هست، بودن نظام ما هست. اگر این نظام باشه، همه ما با هر فرهنگی که داریم، با هر زبانی که داریم، با هر عقیده‌ای که داریم، میتونیم زیر این چتر واحد که نظام ما هست زندگی بکنیم. و دومین مسئله روایت سازی هست به نظر من. روایت سازی به این معنا که ما باید بدانیم که دردی که امروز یک فرزند ما در بدخشان داره او را تحمل میکنه با دردی که یک فرزند ما در کنر داره تحمل میکنه مساوی هست. یعنی هیچ کدام از اقوام افغانستان اینطور نیستن که یکی امتیاز بیشتر داشته باشه و یکی امتیاز کمتر، یکی ظلم بیشتر به او شده باشه یکی کمتر. چنین نیست. من فکر میکنم همه ما به اشکال مختلف این درد داریم تجربه میکنیم. تنها چیزی که میتونه ما رو به هم بسازه ای است که ما این روایت ها رو بسازیم و این روایت ها رو ببینیم که ما به عنوان یک فرزند مثلا بدخشی یا کنری یا هلمندی این احساس نکنم که تنها من هستم که دارم از این درد رنج میبرم. این درد مشترک ایجاد میکنه و درک مشترک ایجاد میکنه و وقتی شما درک مشترک داشته باشین به نتیجه مشترک میرسانین. و مهمترین مسئله دیگه مسئولیت مشترک هست. همه ما باید خود مسئول بدانیم که در همه عرصه‌های کشور، چه عرصه نظامی هست، چه اقتصادی هست، چه سیاسی و فرهنگی، مسئولیت مشترک در قبال وطن ما داریم. تشکر از شما بانو سما و تشکر از اعضای گروه میماران صلح که در این برنامه اشتراک کردین. و بیننده های عزیز ممنون از همراهی شما هم تا این دم. متاسفانه بانو رحیمه ریاهی را نتونستیم که به علت مشکلات فنی که یکی از اعضای گروه میماران صلح بودن با خود از طریق زوم داشته باشیم. خداوند نگهدارتون.